در بخش سوم براتون توضیح میدم قسمت هایی رو که چرا باید این کارها رو انجام بدیم، به چه دلیل باید همبسته شیم، بیایم تو خیابون ها، امکان داره دستگیر بشیم، امکان داره جونمون رو از دست بدیم. همونطور که در طول 38 سال روند این وضعیت درون کشور روزگاری این چنین رو برای بسیارانی از هموطنان عزیز و ارجمندمون به وجود آورده که شما امروز در زندان‌ها هزاران هزار جوان عاشق کشور دارید که در سیاه‌چال‌ها گیرند و صداشون رو شما نمی‌شنوید. و من لحظه‌ای آرام نمی‌گیرم تا زمانی که در این زندان‌ها باز بشه و بچه‌های ایرانی، بچه‌ها به خانواده‌هاشون بازگردند، بچه‌ها به آغوش پدر مادرانشون بازگردند. این بچه ها ایرانی هستند. این بچه ها به جرم عشق به ایران، به جرم قبول نداشتن یک سری دزد حاکم که از نیات پاک این مردم، از مذهب مردم استفاده کردند و بر گرده مردم سوار شدند و خون این ملت رو می‌کشند و برابر این افراد ایستادند، اینها در زندان‌ها گیر کردند، زندانی شدند و منتظر دستی هستند که شما مردم هستید. پدر مادرهایی رو که فرزند از دست دادند و همچنین امروز پدر مادرهایی رو که برادر خواهرایی که در زندان عزیزی رو پشت میله ها دارن تنها نگذارید. ما زمانی میتونیم به قدرت دست یابیم، زمانی میتونیم زیبا زندگی بکنیم، زمانی میتونیم سیاهی رو کنار بگذاریم حقیقتاً، که شما درد اون مادر، درد اون پدر، درد اون خواهر و درد اون برادر رو حس بکنی. این گونه نباشه که بیای کنار خیابون بیستی بگی ولش کن، ولش کن. من هر موقع که این صحنه ها رو میبینم و یه درو دارن میبرن، بقیه صدها نفر و صدها نفر اونجا ایستادن و میگن ولش کن ولش کن، انگار دارن دقیقاً کبابم میکنند. دوست ندارم همچین صحنه هایی رو ببینم. مطمئن باشید که اون کسی رو که اون وسط در چنگال اینها اسیر شده منتظر این هستش که شما بیاید و هم اونو هم خودتون رو که طعمه بعدی هستید، که شکار بعدی هستید، نجات بدید. مطمئن باشید اون کسانی که مثل گرگ دارن بچه های مردم رو میبرن، طعمه بعدی شما هستید، شکار بعدی شما هستید که امروز کنار خیابان ها ایستادید، با تلفن هاتون فیلم برداری میکنید و میگید ولش کن ولش کن. باید بیاین وسط، همتون باید شراکت بکنید. برای چی ببرن؟ کجا ببرن؟ چرا؟ چون ولی فقیه گفته، چون پول این مردم رو خورده، جونشون رو گرفته و دوست نداره، میخواد ولایت داشته باشه، چون میخواد ولایتش به پسرش برسه، چون خانوادتن چنگ انداختن بر زندگی مردم و دارن این روزگار رو به وجود میارن، اونا حفظ بشن. قول بهتون میدم، قول بهتون میدم که دست به دست هم بدید، تمام این افراد رو زیر پا له میکنید و باید له کنید. کسی که رحمی به فرزند یک مادر نداره، کسی که چشمشو به روی واقعیت‌ها می‌بنده، مزدوری می‌کنه و در این حال می‌دونه که داره چیکار می‌کنه، چون دور اطرافش کافی نگاه بکنه، از خونه که میاد بیرون یه بسیجی، یه سپاهی که وابسته مستقیم آخوند بچه آخونده، که نوکر کاسلیس آخوند و بچه آخونده، از خونه که داره میاد بیرون تمام این فقرا رو می‌بینه و چون میدونه که باید مزدور باشه، کاسلیس باشه تا حقوق خودش گیرش بیاد، تا بتونه صیغه‌یاش همونم در کنارش داشته باشه، اسمشو میذاره وظیفش، به کارش ادامه میده. به اون رحمی نباید. ولی سایر کسانی که در کنار مردم بودن، با مردم بودن، هستند و در روز نهایی در کنار شما خواهند ایستاد، روی تک تکشون رو باید بوسید. آشتی ملی اون روز است که به شما، به تمام این نظامیان که به شما
میپیوندن گل میدید. ما همه از هم هستیم. بنی آدم اعضا یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. ما ایرانی هستیم، ما دارای بزرگترین فیلسوفای تاریخ بشریت بودیم که این چیزها رو به ما یاد دادن و باید آموخت، باید اومد تو صحنه، باید به کار برد، نه اینکه فقط بشنوی عبور کنی بری بگی خب من برم امروز کاسبیمو بکنم. بعضیا تماس میگیرم میگن آقا اون زمان به فرض مثلا ما دانشگاه داریم چه اتفاق میفته؟ میخوان مدارک پوسیده یا حکومت اسلامی رو یکی پس از دیگری بذارید روش که چی بشه؟ نگاهی بکنید ببینید کسایی که فارغ التحصیل شدن کجا گرفت، کجا رسیدن، چی دارن؟ شما میخوای به کجا برسید که اون زمان میپرسی که در دقیقا امکان داره بیفته توی کنکور؟ خب چرا باید بیایم به خیابون‌ها؟ چرا باید کشور رو پس بگیریم؟ در رابطه با ایران نو، ایران نوین باید با شما صحبت بکنم که بعد از اینکه حکومت رو سرنگون میکنید، سرنگونی به این معنی که میایم تو خیابون و دیگه بر نمیگردید به خونه و هیچ کس خونه همین وسط خیابونه. تکلیف همون وسط خیابون باید روشن بشه و مطمئن باشید در میان شما، در همه محله ها، در همه استان ها، در همه شهرها نمایندگان با وجدان این ملت وجود دارن، حضور دارن که مردم رو حمایت خواهند کرد، پشتیبانی خواهند کرد که مردم کاری نکنید که کشور از هم بپاشه. ما دیگه تاوان به این آخونده و بچه آخونده نمیدیم، کشور به دست خودمون هدایت میشه و مطمئن باشید در یک پیوند از خارج به داخل کشور افراد متخصص به شما خواهند پیوست که تخصصشون رو در خدمت شما قرار بدن. یعنی اون کسانی که دارای آفرینش هایی هستن در کنار شما قرار میگیرن برای نشون دادن راه کوتاه‌تر برای رسیدن به رفاه جامعه. ما باید قوانینی بنویسیم بلافاصله مردم رو در یک رفراندومی شرکت بدیم که مردم نوع نظامشون رو تعیین بکنن که اون شکل دیگه از این دعواهای نمیدونم پادشاهی و جمهوری و اینا خلاص بشیم، بریم برسیم به اصل داستان، چون اینا فرعه، به هیچ عنوان مطرح نیست. مسئله اصلی وضعیت اقتصادی کشور، اجتماعی کشور، فرهنگی کشور، نون و آبیه که باید به این جامعه رسوند. خدمتتون عرض کردم با پول این ملت تمام قسمت‌های آموزشی مجانی خواهد شد. من این رو بهتون قول میدم، بهتون قول میدم هیچ بچه‌ای برای رفتن به مدرسه دیگه یک پنی نپردازه، یک ریال نپردازه، بلکه حتی در مقطع دانشگاه از طرف دولت بهش بودجه بدن به عنوان وام یا کمک تحصیلی که این بچه بتونه با خیال راحت به دانشگاه بره و فارغ التحصیل بشه و بعد از گرفتن مدرک بتونه برای کشورش کار بکنه و به اندازه کافی هم درآمد داشته باشه که بتونه به قول معروف وامی رو که گرفته یا کمک تحصیلی که گرفته یا هر چی که از طرف دولت میتونه دولت بهش ببخشه، اون دیگه بستگی داره به نمایندگان مردم و وضعیت اقتصادی اون زمان که چه تصمیماتی بگیرن. مثل دقیقاً کشورهایی که امروز وجود داره، از کاناداش بگیرید تا استرالیا و غیره. یعنی تا هر جا که یک دانش آموز بخواد برای کشورش، برای خودش تحصیلات بکنه، دولت در خدمت اون هست و همه جوره حمایتش میکنه. در مقطع میتونم بگم بهداری و بهزیستی در این رشته، در این قسمت شما میبایست از طرف دولت 100% حمایت بشید. پولتونه، پول نفتتونه. کسی نباید منت سر شما بگذاره که به فرض بیمارستان‌های دولتی رو مجانی در اختیارتون قرار بده. شما برید دعاش بکنید. دعا رو میدونید باید به کی بکنید؟ به اون پدر و مادرانی که ایران رو برای ما نگه داشتند. دعا به اون کسانی بکنید که ایران رو تونستن حفظ بکنن و از چنگال این آخونده و بچه آخونده رهایی دادن و پول این ملت دیگه به جیب سوریه و لبنان و فلسطین و تروریستای نمیدونم عراقی و غیره و غیره ریخته نمیشه. یک عده تروریست اینو خارج از کشور آوردن، در کنار هم جمع کردن، پول بهشون میدن میلیون ها دلار در روز. این میلیون ها دلار برمیگرده برای بیمارستان سازی، برمیگرده برای مدارس سازی، برمیگرده برای
بهبود آموزش و پرورش، برمیگرده برای پارک سازی برای بچه‌ها و تفریحات سالم، برمیگرده برای ساخت ورزشگاه‌های عظیم برای کشور، برمیگرده برای فدراسیون‌های ورزشی، فدراسیون‌هایی که واقعاً جامعه رو سعی کردن با تحقیر ورزش و به وجود آوردن یک فرهنگ نادرست در ورزش، ورزشکار رو به شکل به اسم قدیما میگفتن حرفه‌ای پولکیش بکنن و همه با هم دعوا داشته باشن، به هیچ عنوان برگرده جامعه به ورزش درست، و اگر هم میخواد حرفه‌ای باشه به گونه‌ای حرفه‌ای باشه که به خاطر پول سر ورزشکار دیگری نبرن، دروغ نگن، آدم بالا پایین نکنن. و این کسافتکاری که در به خصوص فدراسیون فوتبال به وجود آوردن و ازش سوء استفاده کردن، مثلا با داشتن بهترین استعدادها درون کشور ما کجاها قرار گرفتیم. اون بحث ورزشی است، یه نمیخوام به بحث فدراسیون ها بپردازم، اون 100% یه روزی باید باشه که با ورزشکارا صحبت بکنم و براشون، خودشون میدونن، خودشون استادن در هر رشته ای، خودشون میدونن، باور داشته باشید یکی از سینه سوخته هاشونو بردارن بگذارن در رشته های ورزشی در فدراسیون، ببینید چه میکنن، بودجه کافی در اختیارشون بدید، ولی میان چیکار میکنن؟ فرض بگیرید مثلا از فدراسیون کشتی یه نفر برم دارن میذارن اونجا که اصلا این آقا در عمرش نمیدونه کشتی یعنی چی، یا میگم میذارن در فوتبال که اصلا تو عمرش فقط شاید بدونه چی میگم بوغ هم نمیدادن دستش که تو جمعیت باعث بوغ بزنه، ولی گذاشتنش رئیس فدراسیون فوتبال. یعنی اینو دارم خدمتتون عرض میکنم که کلیدی ترین پست های یک جامعه رو میبایست به دست متخصصین اون و با تجربه های اون کار داد، نه اون کسانی که گماشته میشن به خاطر زد و بند ها. این چنین میشه وضعیت در هر قسمتش، شما در ورزش، در هنرش نگاه کن، در هر قسمتش که نگاه کنی وضعیت همین گونه است. و بعد سرمایه گذاری هایی که به کشور باز میگرده، کشورهای خارجی وقتی که کشور ایران رو امن بدونن، شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری باز میشه و هجوم این کشور، شرکت‌ها به کشور، رقابت سالم رو برای این وریا بهش میگن کانسومر، یعنی مشتری‌ها به وجود میاره. یعنی اگر شما به فرض مثلا اگر دو تا شرکت درون کشور هست که برای کارهای مخابراتی و غیره و به فرض تلفن و سلولارفون اینا هست، فرض بگیرید 20 تا شرکت متفاوت بیان و 20 نوع جنس مختلف و در رقابت با هم انقدر قیمتاشون رو میارن پایین که به نفع شما میشه. همین چیزی که در خارج از کشور است. همین چیزی که در آمریکا، در کانادا و سایر کشورها است. رقابت بین شرکت‌ها به نفع مردم تموم میشه. یعنی شرکت‌ها نمیان به خاطر رقابت با هم قیمتاشون رو ببرن بالا. برای اینکه مشتری بیشتر بگیرن مجبور میشن قیمتاشون رو زیر اون یکی بدن و این به همیشه به نفع مردمه. ولی وقتی که جلوی همه چی بسته میشه یا به صورت قاچاق میاد و همه چی میره به سمت بالا، افزایش پیدا میکنه. این میباید کنار گذاشته بشه و کنار گذاشته خواهد شد، ولی در یک جامعه سالم مردم حضور دارن در تعیین سرنوشت خودشون، دین خودشونو دارن، مذهب خودشون برای خودشون احترام داره، ولی دیگه میخوان برن دندونشون درد بکنه نمیبرنشون مسجد ببندنشون، میگن آقا باید بری دندون بزشت. با دعا و صلوات و اینها هم مغز جراحی نمیشه، باید بری پیش جراح مغز، باید بری پیش جراح اعصاب، باید بری پیش جراح به فرض دندان یا لثه یا چشم یا زانو یا کمر. یعنی این بازی ها رو دیگه باید کنار گذاشته بشه، بریم بپردازیم به اصل مطلب. اون کسانی که میگفتن برو خودتو ببن به درخت خوب میشی، داشتن از حقوق تو استفاده میکردن، خودشون میرفتن پیش متخصص، تو رو میبستن به درخت. این باید جاش عوض بشه با همین سادگی که دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی باید به این نتیجه برسید که آقا پول اگه دستم باشه، دولت اگه حمایتم بکنه، من به خاطر مشکلاتم میرم دادگستری مشخص، میرم بیمارستان، میرم رجوع میکنم به دولت برای مشکلم و دولت حامیم هست، نه اینکه برم اونجا همینجوری باید بچرخم 10 روز برم یک جا برای انجام یک کار، تازه همه هر کسی هم میرسن همه ازم رشوه بگیرن. این به این دلیله که حقوق کافی به کارمندان دولت داده نمیشه و اونها مجبورشون میکنند که دست به چنین عملی بزنن. ولی وقتی حقوق کافی در اختیارشون قرار بگیره، وقتی که
افزایش قیمت ها دار زده بشه، اون تنها جایی است که باید دار رو به کار برد. یعنی افزایش قیمت رو باید دار زد به این شکلی که دارم خدمتتون عرض میکنم، و بعد شروع بکنیم یکی پس از دیگری کارخانه های متفاوت، اشتغال، همین چیزی که در کشورهای پیشرفته اتفاق میفته، سرمایه گذاران بیان سرمایه گذاری بکنن، از بودجه خود مملکت، نفت مملکت، گاز مملکت استفاده بشه برای پروژه های عمرانی. و من بهتون قول میدم شما یک صحنه دیگه ای رو از ایران خواهید دید. ما بدون اینکه جنگی با هیچ کشوری داشته باشیم، بدون اینکه بخوایم صدور انقلابی داشته باشیم، بدون اینکه بخوایم از صبح تا شب همش مردم رو به دار بکشیم، اعدام بکنیم فقط به خاطر اینکه بمانیم، ما کشوری زیبا، تمیز، با مردمی عاشق خواهیم داشت که شما زیبایی ها رو اون روز متوجه میشید من چی میگم. شاید در روز من نباشم به علالی، نمیدونم، سرنوشت چیز دیگری است، ولی این صدا بر جای خواهد ماند. فقط صداست که میماند و من مطمئن هستم که این مسائلی رو که دارم براتون توضیح میدم مربوط فقط به امروز نیست، حکومت اسلامی همیشگی نیست، ولی متدی رو که در رابطه باهاش صحبت میکنن، جریاناتی رو که براتون توضیح میدم، میتونید در هر دهه ای ازش استفاده بکنید. آنچرا که انجام میدهید صرفا اگر قلبتون با مردم باشه، عشقتون با مردم باشه، گرفتن دست دیگری باشه، باور داشته باشید به نتیجه میرسید، نیتتون پاک باشه مطمئن باشید به نتیجه میرسید. منتها نیت پاک همراهی دولت و حکومت رو هم میخواد، یعنی به قول معروف میگن بیمایه فطیره. اینجاست که اون حمایت دولتی و حمایت به قول معروف حکومتی، حکومت هم از سه بخش تقسیم میشه دیگه، شخصی نیست دیگه، یه نفر نیستش که تصمیم بگیره برای 80 میلیون یا پس فردا 100 میلیون یا 150 میلیون نفر در ایران. یک دولت متشکل شده از قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه است، و هر سیاستی رو هر چند وقت یک بار قوه مجریه میاد برای شما به عنوان یکی از نمایندگان شما تیمش رو معرفی میکنه، سیاستش رو اگر دوست داشتید به کار میبندید، سیاست به خصوص اقتصادی اون رو. اون دیگه نیستش کسی بیاد به شما مثلا بگه اگه فلانی رو بیاریم به شما آزادی میده. قوه مجریه بیاد سر کار به عنوان رئیس جمهور به شما بگه به شما آزادی میده، آزادی باید در خود قانون اساسی باشه، این مردم هستن که این آزادی رو باید داشته باشن که به اون شخص رأی بدن، بیاد طرحهای اقتصادی تو بگو، پروژه های عمرانی تو بگو، آزادی میدیم یعنی چی؟ ولی ما رو اینجا نگه داشتن، همه مردم دنیا دارن میرن به دنبال زندگی بهتر، ما رو در اولین قدم ها همینجور نگه داشتن، هنوز موی خانم ها بیرونه، هنوز نمیدونم اسلام در خطر افتاده، ولی نمیگم پول این مردم مسلمان در خطره. چرا راجع به پول مردم صحبت نمی کنند؟ چرا در رابطه با میلیاردها دلار سرمایه پول ملت مسلمان حرف نمی زنند در اون کشور؟ در رابطه با مون خانوم ها صحبت مون مطرحه، در رابطه با نمیدونم آقا ساختار شکن نباشید. یعنی چی؟ یعنی بذار آخوند و بچه آخوند کماکان بچاپه، چون یه چیزیش به من میرسه، منو فرستادن گفتن آقا ساختار شکن نباش، برمیگردیم به دوران طلایی امام. خیلی ما بعد از عبور از حکومت اسلامی یه همچین بینشی، یه همچین تفکری رو میخوایم، یعنی جامعه عاقله، بالغه، میدونه چی داره و بهترین فرد افراد رو میفرسته بالا، میگه آقا برو صحبت کن ببینم چی میتونی بیاری برای جامعه، اگر تونستی برای جامعه مثبت واقع بشی مردم بهت رأی میدن، براشون کار بکن، نوش جونت هرچی که از دولت گرفتی، ولی اختلاف طبقاتی رو میبایست از بین ببری. ما به هیچ عنوان دیگه یک فقیر کف خیابان خواب نخواهیم داشت، من این رو بهتون قول میدم. در همان اوایل کار وقتی که پول ملت برای خودش هزینه بشه، بسیاری از درمانگاه های مجانی و ساختمان های یکی پس از دیگری ساخته میشه برای حفظ مردمی که کنار خیابون میخوابیدن در روزهای اول، و بعد وقتی که پول مردم براشون حفظ بشه، این پول میتونه هر نوع
خدمتی رو به جامعه انجام بده. وقتی ما دیگه نریم تو سوریه، وقتی ما دیگه پولمون نره تو لبنان، وقتی دیگه ما مربوط نباشه داستان فلسطین. آقا ما میخوایم مردم خودمون رو نجات بدیم، میخوایم خوزستانی که این همه ثروت داره میده و این مردم دارن خاک میخورن، خاک، تمام درخت های نخلشون رو نابود کردن، تمام درخت های اینچ اینچی یاد میتونم بگم وجب به وجبی قدم به قدمی که اینها ساخته بودن و همه رو نابود کردند و این مردم رو در اون هوای شرجی 40-45 درجه میگن آقا بیشتر از این نمیتونیم بدیم. ولی خب ما میدونیم چرا صنعت نفت آبادان باید 2.5 میلیون بشکه نفت بره بیرون که ما آخوندها خوششون بیاد، بچه آخوندها در خارج بهترین لذتاشون رو ببرن، ولی اگه چیزی بود خب به شما هم اون چیزی که در از این 38 سال رسیده، برو رو به قبله دراز شد. این دوران باید سپری بشه، باید عبور کنیم از موضع قدرت نه از موضع ضعف. دست به دست هم بدید، بهتون گفتم چگونه، یاد دادم. خب یکی از طرحایی رو که سالیان گذشته در رابطه باش صحبت کردم که میتونه حتی از لحاظ آب و هوایی کشور رو عوض بکنه، مناطق بدون داشتن آب که بعد هواش هم خراب خواهد شد، وقتی آب نباشه هوا خرابه، هر جایی که آب باشه شما سرچشمه به قول معروف مراد رو هم خواهید دید. یکی از طرها این است، من خیلی با افرادی که حدوداً در این رابطه سعی کوشش و تلاش کردند و باشون صحبت کردم، پذیرفتنی هست نیست، میتوان نمیتوان، همه گفتن هست، کسانی که دستن در کار بودند که ما بتونیم از خلیج فارس، خلیج همیشگی فارس، نهر بزرگی بزنیم به وسط کشور، قسمت هایی که بارندگی درش به وجود نمیاد و همه فراری شدند و ما خیلی میتونیم در اونجا شهرسازی های متفاوت انجام بدیم، کشاورزی انجام بدیم. آوردن آب خلیج فارس به مراکز با نهرهای بسیار بزرگ که حتی کشتی بتونه توش عبور بکنه به راحتی، وقتی که این آب از، چون میدونید دو سوم جهان متشکل شده از آبه، ما یک سوم زمین داریم، دو سومش آبه، این آب که از طریق خلیج فارس هست راه پیدا میکنه به وسط کشور، قسمت‌های کویری، و به دلیل آفتاب فراوانی که اونجا هست این آب تبخیر میشه، بعد میتونه بارندگی به وجود بیاره. خب اون آب شور هست، قاعدتا بارندگی که به وجود میاره این بارندگی کمک میکنه به وضعیت آب و هوایی اونجا و اصولا به طور کلی اون منطقه تغییر خواهد پیدا کرد در یک دهه، یعنی بعد از اینکه فیلم برداری میشه، عکس برداری میشه، دهه قبل و دهه بعد و حتی اون دهه بعد از 20 سال، بعد از 30 سال اون منطقه تبدیل میشه به یک، یعنی منطقه کویری رو ما میتونیم تبدیل بکنیم به یک شهر بسیار زیبا حاصلخیز که بشه مردمانی در اونجا میلیون ها نفر زندگی بکنن. ما از این مناطق استفاده نمی‌کنیم، مناطقی هم که در دست داشتیم از دستمون رفته به خاطر نداشتن مدیریت درست. خوزستان میگم داره نابود میشه، مردمش دارن خاک میخورن به خاطر نداشتن چنین مدیریتی. چرا آقازاده ها و آخوندها باید پولا رو بیارن بیرون، باید نوکریشون رو ادامه بدن، باید صدها میلیارد دلار به پوتین بدن تا بیاد در شورای امنیت به همراه چین از حکومت پدافند بکنه، بگه هیچ کس نمیتونه طرف این نباشه، اینا دارن پول میدن آقا، اینا دارن پول میدن، پول شما ملت مسلمان فقیر نگه داشته شده در دست آقای پوتین. چین، کشورهای سوری، فلسطین و لبنان، جنوب عراق و کشورهای آفریقایی، کشور کانادا، استرالیا، آمریکا و کل اروپا است. یه هواپیما میگیرن اونم نصفه تکمیل نشده به مردم میگم برید دور حرم بچرخید طواف بدید که ما این هواپیما رو گرفتیم، ببین چگونه مخ مردم میزنن. هواپیمایی که در کشور به قول خود همینا کفار ساخته شده میاد میرن هواپیما رو به قول معروف میخوان آب توبه بریزن سرش.
یعنی چگونه میخوان از باورهای مذهبی مردم استفاده بکنن، نه به هوای اینکه اون هواپیما خریده شده، به هوای اینکه بتونن یه هواپیما نشون بدن 100 میلیارد دلار دیگه جیب مردم رو بزنن، که بگن آقا ما داریم سعی و کوشش اونو میکنیم، این آمریکاست، این اسرائیله. آقا دوتا شعار، دوتا مرگ بر ضد ولایت فقیه و شعار ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی بدید که ما جلسه رو ببندیم بره. این داستان هست. و بعد میان پشت میکروفوناشون عربده کشی میکنن، شاخشونه میکشن. باور داشته باشید با اولین در گوشی از طرف مردم، اینا اولین کسانی هستن که اون وسط زار زار گریه میکنن، میگن بلمون کنید، ببخشید ما رو، شما اون روزو خواهید دید من که بهتون چی میگم. اگر اینجا اگر بذارم، همیشه گذاشتم، اگر این حرفا رو گوش بدید، اگر سازماندهی بکنید، اگر بفهمید من چی میگم، اگر تن بدید به این کار، اگر عقب نشینی نکنید، امید رو از دست ندید، وقت بگذارید، کوشا باشید، پرتوان عمل بکنید، دست از بازی‌های سیاسی و تلویزیون‌های خارج از کشور بردارید، بپردازید به این چیزی که میگم. هر روز شعار نویسی، هر روز پول نویسی، هر روز صحبت کردن، هر روز سازماندهی کردن، هر روز به جمع کانال پشت پرده ها و همچنین کانال شمیرانی اضافه کردن، هر روز و هر روز و هر روز جزء وظایف اولیه زندگی است. بازم خدمتتون عرض میکنم احتمال هر چیزی هست، امکان داره که فرض بگیر یه روز تلگرام نباشه، وبسایت من هستش iranbozorg.com، فیسبوک هم هستش، آدرس یوتیوب هم هستش، اون وبسایت متعلق به من هست و همیشه از اونجا میتونید با خبر شید که من چه کار میکنم چه کار نمیکنم، و ایمیلم هم هست، میتونیم در ارتباط باشیم. هر راهی رو ببندن، هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد. وقتی نیتت پاک باشه، درست باشه، از در بیرونت بکنن از پنجره میای تو. اینو ما همگان میدونیم، این مثالا رو بلدیم. و باز دارم اینو خدمتتون عرض میکنم، در رابطه با پروژه های عمرانی آینده، به قدری پروژه ها زیاد هست و میشه راجبش صحبت کرد و اینها همه از بین رفته خوش دیده، ولی همیشه میشه ساخت. میگم کبیر رو ما میتونیم تبدیل به بهشت بکنیم، به بهشت، کبیر لوت رو میتونیم با برنامه ریزی درست، با سرمایه گذاری، حالا 15 میلیارد تا 20 میلیارد دلار از بودجه مردم میدیم برای چی؟ پول هزینه بکنیم تو سوریه، نهر بزرگی میزنیم 20 میلیارد دلار، بله هزینهشو میپردازیم، کارگر از خود مردم میگیریم، پول به خود مردم میدیم برای ساخت این طرح و این پروژه، مردم آغاز به کار میکنند برای زدن نهر از خلیج فارس به مرکز کشور و بعد تغییرات آب و هوایی به وجود میاریم برای ساکنان اون منطقه، خوش‌سالی‌ها کنار گذاشته میشه، بارندگی آغاز میشه، هوای بد کنار گذاشته میشه و مردم هجوم میارن به قسمت هایی که زمینشان ارزون تر است برای ساخت، و بعد این تراکم، این وحشت شهرهای بزرگ از بین میره. با همین طرحی که دارم خدمتتون عرض میکنم، میشه این طرح با چیزی حدوده، این چیزی که من پرسیدم، حدوداً با 20 میلیارد دلار هزینه کردن یک چیز، یک کار درست، یک کار عظیم برای کشور، حال بالا پایین بشه مسئله نیست، ما نفت داریم، گاز داریم، میتونیم، و مردمی عاشق داریم، جوانانی داریم که عاشق کشورشون هستن، آرشیتکت‌هایی داریم یا آرکیتکت‌هایی داریم که بهترین نقشه‌ها رو میتونن برای این طرح بکشند و ارائه بدن و بهترین پروژه از طرف دولت آینده برنده خواهد شد و کار آغاز میشه. ببینید چند ده هزار نفر مشغول به کار میشن در همون اول و چندین میلیون نفر درگیر این پروژه خواهند شد و زندگی بهتری پیدا خواهند کرد و این تراکم جمعیت درون تهران یا شهرهای بزرگ از بین میره و تمام قسمت هایی که در حاشیه قرار گرفته بودند و بعد سرمایه گذاری میشه دقیقا در شهرهای مرزی در درجه اول، در هر شهر و هر استان مرزی بیشترین سرمایه در همون اول باید قرار داد
که این مردم در واقع از حاشیه نشینی نجات داد و به دادشون رسید. میگم پول متعلق هستش به شما، بهتون ندادند. مدیریت میخواد، نه اینکه پول رو مجانی بیان به قول معروف بگن خمینی اومد گفت اتوبوس مجانی. نه، کارهای مصرفی که مجانی نباید باشه، خدماتی از طرف دولت باید انجام بشه و مردم رو مشغول به کار بکنه، کارزایی باید بشه با پروژه های درست، با مهندسی داستان، برنامه ریزی و بعد سازماندهی کردن مردم. وقتی که مردم بابت داشتن مذهب متفاوت، داشتن ایده سیاسی متفاوت سنجین نشده باشند، وقتی که مردم عقب جلو نشده باشند، تمام این وقتها رو میذارم، تمام این صحبتها رو میکنم که شماها ضبط کنید، شماها نگه دارید در آرشیوتون، چون تاریخ روش نخواهد ماند، بلکه همیشه به درد شما خواهد خورد، در زندگیتون همیشه به دردتون میخوره. آدم ها میان و میرن. اصل داستانی که باید بدونید کجا اشتباه میکنید. اگر رفتید، باز همش تکرار میکنم، رفتید به دنبال ایدئولوژی سیاسی یا ایدئولوژی مذهبی یا در تقابل با این دو گشتید، انرژیتون رو بیخود مصرف کردید. انرژیتون در گرفتن دست هموطن دیگری است که بهش بیاموزید برادرم، من برادرتم، من خواهرتم، من پدرتم، من مادرتم، همه با هم قربانی این توطئه جهانی شدیم، دست به دست هم میدیم، همه چیز سر جای خودش میمونه، یک ایران زیبا رو آغازگر میشیم. مسائل اولیه که خدمتون عرض کردم این هاست و بعد سرمایه گذاری روی چاهای نفتمون که به هیچ عنوان انجام نشده، به هیچ عنوان، فقط رفتن از توی این چاهها تا تونستن نفت کشیدن، نفت رو فروختن، گذاشتن تو جیب آخونده و بچه آخونده، به داد مردم نرسیدن، صدها و صدها میلیارد دلار در سال برداشت کردن، هیچی به مردم ندادن. سرمایه گذاری روی چاهای نفت و گاز ما سرمایه گذاری است که واقعا در آینده باید انجام بشه و پول فراوانی هم خواهد بود، ولی ما فقط به نفت و گاز که نباید اکتفا بکنیم. ما یکی از بزرگترین صنایعی که در اون کشورمون هست صنایع توریستی است که میتونیم ازش استفاده کنیم. ما بزرگترین صنعت جهان رو داریم، کورش بزرگ که میلیون ها نفر در سال میتونن بیان اونجا برای نمایش های متفاوت. یکی دیگر از طرحایی که داریم اینه که بتونیم تخت جمشید جدیدی در کنار تخت جمشید قدیمی بسازیم و تخت جمشید قدیمی رو بازسازی بکنیم، نوسازی بکنیم، نه اینکه بخوایم دست به چیزش بزنیم، ترمیمش بکنیم که توریست بتونه بیاد اونجا نگاه کنه که ما 2500 سال پیش چه داشتیم، پدران ما چه کسانی بودن، نه اینکه فقط سنگ و فرش ببینن، خیر، بلکه مفاهیمی، معلمینی اونجا باشن که به زبانهای متفاوت، به زبانهای انگلیسی، به زبانهای فرانسه، به زبان ایتالیایی، به زبان اسپانیش با مردم صحبت بشه، توضیح بدن تاریخ ما، فرهنگ ما، زیبایی‌های ما و و و و و این پولی است که میتونه بیاد به جیب مردمان اون منطقه و همچنین کشور و همچنین فروش اجناس محلی و شهری به توریستا و گردشگری به سمت کل ایران، ایرانی که دیگه کسی به کسی توهین نمی‌کنه، کسی جون کسی رو نمی‌خواد بگیره، کسی نمی‌خواد نابودش بکنه، مردم خودشون محافظ کشورشون هستن و هر یک نفر خودش پلیس درون کشور، یه محافظ از آب و خاکش، از وضعیتش، از شهرش، دلش بسوزه برای آنچه که در شهر هست، در پاکسازیش، در ترمیمش. اون گونه است که ما میتونیم باور داشته باشید زیباترین هتل ها رو در دورافتاده ترین نقاط میتونیم بزنیم، بهترین گردشگری ها رو میتونیم به وجود بیاریم. من فقط یک نکته، یک قسمت از تخت جمشید رو بهتون گفتم، قسمت جای جای ایران پر از آثار باستانی است که میتونیم اینها رو به نمایش بگذاریم و ببینید مردم اون شهرها و استانها دارای چه سرمایه‌ای میشن وقتی جهانیان بیان و ببینن واقعا ایران رو ببینن، نه اینکه دیگه ایران رو وقتی اسمشو میارن به این چهار تا آخون ببینن و چهار تا ریشو و چهار تا کسی که اونجا نشستن مرگ بر این مرگ بر اون مرگ بر این مرگ بر اون بکنن. مردم دنیا همونطور که بقیه سایر
مردمان جهان میرن برای دیدن کشورهای متفاوت، اونها هم وقت داشته باشن برن بیان به کشور ما و ببینن که ایران یعنی چی، زیبایی ها یعنی چی، فرهنگ یعنی چی. شمال و جنوب و شرق و غربش میری، رنگ ها متفاوت، مردمان بویش متفاوت، پوست های متفاوت، ولی همه عاشق ایران، همه عاشق اون آب و خاک، همه مهربان، همه نیک. این چیزیست که من برای کشورم میخوام و امیدوارم که اون چیزی رو که من در نیتم هست شما هم همونو بخواید. امیدوارم و همونقدر که من به دنبال این هستم که این مفاهیم رو به درون ایران انتقال بدم، شما بتونید به درون کشور انتقال بدید. این کار ساده ای نیست، میدونم امکان داره و هست، مشکلم هست، ولی عشق به ایران و عشق به امید، امید به این کارها. هم که بشینید الان، نمیدونم دیگه چند ساعت شد، چهار سه ساعتی شده من دارم صحبت میکنم، نشستید و گوش میدید، چون این در تاریخ خواهد ماند. و عشق همین که نشستید و گوش میدید، چشماتون رو ببندید و در رابطه با مسائلی که باهاتون صحبت کردم به تصویر بکشید، متوجه میشید که من زیاد از قضیه دور نبودم و نیستم. ما میتونیم در کمترین زمان ایرانی رو بسازیم که همگان به زیبایی درش زندگی بکنند، ولی احتیاج به مردمی دانا داریم. مردم دانا و متحد شکست نخواهد خورد. شادید.